سلام دوستان عزیز کانال بانی با سلیقه، به کانال ما خوش اومدین. امروز میخوایم ژله رولی رو درست کنیم با هم دیگه. ژله رولی یا ژله رولتی یه ژله هستش که خیلی زود آماده میشه نسبت به ژله های دیگه و برای مهمونی های تعداد بالا خیلی مناسب هست، چون نفری هست، هر نفر یکی برمیداره و خیلی راحت تر از ژله های دیگه هست، زمان و دردسر کمتری داره. خب مواد لازمی که نیاز داریم: ژله هر رنگ و هر طعمی که دوست دارین، یه بسته آب جوش، یه لیوان سرخالی و بستنی هم از نصف لیوان یک مقدار کمتر یا 50 گرم، یا از این ظرفای کوچیک بستنی وانیلی یه دونه از اون ظرفا نیاز داریم ما. اول ژلمون رو باز میکنیم، داخل ظرف می‌ریزیم. این ژله‌ای که من دارم 100 گرمی هست. شما اگه از ژله‌های باز و فله استفاده می‌کنید، باید 100 گرم بریزید. خب ژله رو هم می‌زنیم و روی بخار کتری می‌ذاریم تا این دونه‌های ژله قشنگ حل بشه داخل ژله. تو این فاصله بستنی هم که گذاشتین داخل لیوان، یک مقدار باید بستنی به دمای محیط برسه. نذارین خیلی آب بشه، چون آب بشه با ژله قاطی میشه و دو رنگ نمیشه ژلتون. اینا میذاریم حدود 5 الی 10 دقیقه تا قشنگ اینها حل بشه. دوستان عزیز کانال بانی با سلیقه، من اینها رو سه رنگ درست کردم و گذاشتم روی کتری. الان میبینیم بخار داره، الان نباید بستنی رو بریزیم، چون که بستنی آب میشه و دو رنگ نمیشه. این ژله تقریبا مثل ژله معمولی هست، با این تفاوت که یه لیوان آب سرد که توی ژله معمولی میریزین، اینجا بستنی میریزین به همین راحتی و به همین سادگی. خب اینها رو میذاریم توی دمای محیط، یه خورده از این داغی بیفته، کاملا هم نباید سرد بشه، یه خورده که این بخارش رفت از این داغی یک مقدار افتاد، بعد بستنی ها رو بهش اضافه میکنیم. ژله که از حرارت افتاد، بستنی رو بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. خیلی هم نمیزنیم که بستنی با ژله قاطی بشه، در حد اینکه مخلوط بشه اینها کافیه. یه سینی 20 درسی برمیداریم. سینیمون نباید خیلی بزرگ بشه، چون بزرگ باشه پخش میشه و خیلی نازک میشه ژلتون، و خیلی هم نباید سینی کوچیک باشه، چون خیلی کلوف میشه ژلتون. این اندازه 20 درسی مناسب هست. اگر از این سینی ها نداشتی، میتونی سینی هایی که توی خونه استفاده میکنی یا دیس های مرخوری که دارین، میتونی از اینا استفاده کنی. سینی و دو سه قطره روغن میریزیم و خیلی کم چربش میکنیم، یا سلفون یا کیسه فریزر میندازیم داخل سینی. دوستان خیلی روغن نریزین، چون اگه خیلی روغن بریزین موقع رول کردن این ژله سر میخوره توی این ظرفتون. خب ظرف رو میذاریم توی یخچال به مدت 45 دقیقه الی 1 ساعت تا ببنده. ممکن بیشتر از 1 ساعت طول بکشه. دست میزنید اگه به دستتون نچسبید و سفت بود، معلومه که ژله آماده شده. خب دوستان عزیز، اینو من گذاشتم یخچال، بعد از 1 ساعت درآوردم با یه چاقوی تیز اره‌ای اینها رو میبریم. اگه خیلی نازک ببرین رولتون میشکنه وسطا، و اگه خیلی تیره، خیلی کلوفتن ببرین، اون در اون صورت هم میشکنه باز. به این حالت خب اگه یه خورده کلوفتر ببرین نمیشکنه. اگه نازک ببرین نمیتونین رولش کنی. الان من نازک میبرم.
خیلی نازک باشه، ببینید رول نمیشه اصلا. پس دقت کنیم به برشی که میکنین، اندازه هاش نه خیلی نازک باشه و نه خیلی کلوف باشه. برای اینکه گل هم در بیارین اینجوری باید حالت داربر داربر کنین. این حالت بقیه ژله هامون هم همینجوری میبریم و میذاریم. خب دوستان عزیز کانال بانی با سلیقه، این هم از ژله های رولی یا رولتی ما. بعد از اینکه ژله ها رو رول کردم، نیم ساعت داخل یخچال من گذاشتم. حتما این کار رو انجام بدین که ژله هاتون توی دمای محیط نشکنه و خراب نشه. سر سفره خواستین بیارین، دقایق آخر بیارین که ژله هاتون نشکن، چون بستنی داره سری آب میشه. هر ژله هم 15 تا از این رول ها میشه. 3 تا من درست کردم، 45 تا از این رولی ها شده. خواستین برای مهمونی ها درست بکنید، تقریبا اینجوری در میاد، این تعداد در میاد. هر بسته ژله 100 گرمی 15 تا دونه در میاد. امیدوارم که ویدیو مورد پسند و استفادهتون قرار بگیره. تا ویدیو بعدی و آموزش های بعدی، خدا نگهدار.